وجود پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی به دست آمده در سال‌های اخیر که دلالت بر جهش عظیمی در تکامل اجتماعی کره زمین دارد و ابزاری را ارائه می‌دهد که می‌تواند راه حلی برای مشکلات عملی نوع بشر فراهم آورد، با این حال هنوز موانع بسیاری برای تحقق صلح جهانی وجود دارد. از جمله شک و تردید، برداشت‌های غلط، تعصبات، بدگمانی‌ها و خودخواهی‌های کوته نظرانه که بر روابط بین ملل و اقوام سایه افکندند. کرسی بهایی برای صلح جهانی بنا به رسالتی که برای خود متصور است، خصوصاً در زمینه آگاهی رسانی برای فعالیت‌هایی که در زمینه صلح صورت می‌گیرد، اقدام به برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها، انتشار کتب و مقالاتی برای بررسی راه‌های رسیدن به صلح و موانع پیشروی آن می‌نماید. در یکی از این اقدامات دکتر هدا محمودی، رئیس کرسی بهایی برای صلح جهانی، به اتفاق پروفسور مایکل آلن و دکتر کیت سیمون اقدام به انتشار کتابی با عنوان چالش‌های اساسی صلح و امنیت جهانی نمودند. این سه مؤلف کتاب به سوالاتی در این زمینه پاسخ دادند. بسیار هیجان زده ایم که همه شما رو امروز اینجا داریم تا در مورد این جلد ویرایش شده جدید صحبت کنید. اولین سوال اینه که چگونه این کتاب رو برای اولین بار مفهوم سازی کردین؟ چگونه تصمیم گرفتید؟ چه موضوعاتی رو پوشش بدید و چرا اون رو انتخاب کردین؟ کرسی بهایی برای صلح جهانی به شدت به نقش حاکمیت جهانی در ایجاد دنیای بهتر برای همه علاقه‌منده و البته در حرکت بشریت به سمت جامعه‌ای پایدارتر و صلح‌آمیز، یک جامعه جهانی. با افزایش چالش‌ها برای ایجاد صلح پایدار جهانی و کاهش امنیت، تفکر و راه‌حل‌های جدید مورد نیازه. کرسی بهایی همیشه به دنبال تفکرهای جدید و مدل‌های جایگزینی برای جهانی که داریم و علاقه‌مند دنیای جدید و متفاوت رو تصور کنه که در آن برابری و ثبات برای همه وجود داشته باشه. و مسائل اصلی، مسائل پیچیده مثل تغییرات آب و هوایی، نابرابری‌ها، فقدان رهبری یکپارچه جهانی، به همه این مسائل پیچیده علاقه‌منده. ما تصمیم گرفتیم که پیشتر بریم و ببینیم آیا میتونیم کتابی رو ویرایش کنیم تا همه این دانش مهم رو تو اون بگنجونیم، تا در مورد این نابرابری‌های ساختاری، نقش رهبری و دولت‌ها در این زمینه، نقش فناوری و صلح و البته شرایط نابرابری زنان و تخریب محیط زیست صحبت بشه. فکر میکنم درک مفهوم تلاقی مشکلات مفیده، چون اغلب ما به تغییر آب و هوا، جدا از نابرابری ها، جدا از مسائل جنسیتی، جدا از حکومت، جدا از نظم جهانی فکر میکنیم. فکر میکنم اگه کتابی باشه که تو اون یک نگاه کلی به همه چی وجود داشته باشه، به اصطلاح یه نمای ماهواره‌ای داشته باشیم، یک راه خیلی مفید برای ایجاد نوعی همگرایی در گفتگو به وجود میاد. سوال بعدی اینه که بزرگترین ضعف در سیستم‌های کنونی حاکمیت جهانی ما چیه و راه‌های بالقوه‌ای که می‌تونیم به این مسائل رسیدگی کنیم کدومه؟ متأسفانه احساس می‌کنم نهادهایی که ما برای صلح و امنیت داریم کاملاً قدیمی شدن و جهان به قدری ترقی کرده که این مدل قدیمی دیگه قابل اجرا نیست و کار نمی‌کنه. خرابه. بنابراین فکر میکنم این یکی از چالش‌هاییه که، یا بهتر بگم یکی از چالش‌های عمده‌ایه که ما با اون روبرو هستیم. خلاصه این که افراد صاحب قدرت چشم‌اندازی ندارن یا توانایی رسیدگی به مشکل رو ندارن و افراد دارای بینش و مشتاق تغییر قدرت ندارن. حتی اگه در یک کشور به اندازه کافی قدرتمند رئیس جمهور یا نخست وزیری پرقدرت وجود داشته باشه، یا مثلا یکی از اعضای شورای امنیت که چشم‌اندازی برای اون چه باید اتفاق بیفته داشته باشه،
با توجه به پیکربندی نهادی فعلی، انجام راه حل‌های بلند مدت با گام‌های کوتاه مدت دشوار به نظر می‌رسه. چالش کلیدی در اینجا نابرابری‌ها از نظر قدرت، از نظر نفوذ و همینطور از نظر توانایی مالی و چیزهای مانند اون هست. و این عدم توازن قدرتی که در نهادها به وجود اومده در برهه‌ای از تاریخ ایجاد شده. و بنابراین شاید اون چه ما باید به اون نگاه کنیم اینه که یک بحث در حال انجامه که در حال بازسازی نهادهای فعلیه. هیچ کس نمیخواد قدرت خودش رو که به دست آورده از دست بده و بنابراین واقعا یکی از سوالاتیه که باید با اون دست و پنجه نرم کنیم. ما باید جامعه رو دوباره آموزش بدیم تا مردم به عنوان شهروند، به عنوان رأی دهندگان، رهبران مناسبی رو انتخاب کنن تا اون رهبران مناسب بتونن به نهادهای لازم رسیدگی کنن و سیاستهای مالی و پولی رو به گونه‌ای تنظیم کنن که نهادها رو تغییر بده. پس این سوال پیش میاد که آیا شما ساختارها رو برای انسان تغییر میدید یا انسانها رو برای ایجاد تغییر ساختارها تغییر میدید؟ این جلد کتاب یک بخش کامل در مورد فناوری و صلح داره. میخوام از همه شما بپرسم که بزرگترین فرصتها برای پیشبرد صلح جهانی چیه؟ و به نظر شما بزرگترین خطرات بالقوه یا جنبه های منفی چی میتونه باشه؟ به نظر من بزرگترین فرصتی که برای شروع فناوری می‌بینم توانایی اون در ایجاد ارتباط بین مردم و ارتباط بین مکان هاست. ما الان فرصت‌هایی برای یادگیری چیزایی داریم که قبلاً هرگز نمی‌تونستیم درباره اونها چیزی یاد بگیریم. ما می‌تونیم درک عمیق‌تری از مکان‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف داشته باشیم. پس ما فرصت برقراری ارتباط رو داریم. با این حال اون چه ما همچنین باید مراقبش باشیم اینه که چه نوع اطلاعاتی از این ارتباطات مداوم بیرون میاد و در این زمان با اون اطلاعات چه کار میشه کرد؟ بنابراین فکر میکنم شما میتونید افزایش دسترسی به اطلاعات رو مشاهده کنید، اما اینکه کی دسترسی شما رو به این اطلاعات کنترل میکنه هم مهمه. میخوام بگم باید آموزش رو جهانی کنیم. ما نیاز داریم این کار رو بکنیم. منظورم اینه که نه تنها دبستان، راهنمایی، دبیرستان، بلکه دانشگاه و منابع لازم برای درس خوندن رو تو تمام کشورهای جهان در اختیار همه بذاریم. به عبارت دیگه همه مردم جهان صرف نظر از پیشینه، پتانسیل و غیره توانایی و فرصت مشارکت داشته باشن تا موقعیت اینو داشته باشن که استعدادهای انسانی خودشون رو توسعه بدن تا از نیروی انسانی به بهترین شکل استفاده بشه. بزرگترین پیوندی که بین مشکلات تغییر آب و هوا و صلح جهانی می‌بینید کدومه؟ و چه نیروهایی رو می‌بینید که اشکال و سیستم‌های مختلف نابرابری رو در سرتاسر جهان به هم پیوند میده؟ اگه بعضی از کارهای دیگه من رو دیده باشید میدونید که جوابم در یک کلام اقتصاد جهانی، یعنی باید به هم متصل بشه. تولید و مبادله کالا و خدمات و مسیرهای تجاری قدیمی الگویی از باز تولید ایجاد کرده که پیچیده است. الان در حال مدرن شدنه، پس تسلط این روش فناوری‌های جدید تولید میکنه، مردم رو با هم در تماس قرار میده، اما همین پویایی ثروت در بالا و فرسودگی استخراجی در پایین ایجاد میکنه. مثل یک طوفان حرکت میکنه و به سراسر جهان سفر میکنه و در حین سفر جهش پیدا میکنه و ایده ها و فناوری های جدید تولید میشه. بنابراین بسیار هیجان انگیزه، اما همچنین خیلی هم فرسایشیه. البته احساس من اینه که تمام تحقیقاتی که انجام گرفته ما رو به فکر کردن در مورد این سیستم‌های بزرگ بادار می‌کنه. اینه که ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا تضادهای سیستمی به نوعی مثل انقلاب مارکسیستی اتفاق بیفته. به نظر من قرار نیست چنین اتفاقی بیفته. ما باید راه‌هایی رو در خارج از سیستم برای مقابله با اون پیدا کنیم.
و بعد از کسب موضعی با برابری بیشتر با سیستم گفتگو کنیم تا هم فناوری های اون و هم دموکراسی که از ماورای اون میاد بتونه به نوعی روش متقابل تری داشته باشه برای مدرن کردن جهان.